سلام و روز بخیر دارم خدمت همه بیننده های عزیز. امید که در هر جایی که هستین جور و صحتمند و سلامت باشین. قسمی که شما میبینین، ما امروز در مال بازار هستیم، یک از گوشه و اکناف شهر مزار شریف. در اینجا آمدیم و ببینیم که وضع و حال مردم در چی حال است و نزدیک به عید است. مردم برای قربانی اینجا میایند و گوسفندهایی را هر کس به اندازه توان خود، گوسفند، بوز یا گاو، شتر، هر چی که هست میخرن برای قربانی روز عیدشان. میریم داخل ببینیم که کسایی که مال میفروشن به چی وضعیت هستن و کسایی که میایند برای عید قربان قربانی میگیرن در چی وضعیت هستن، رسم و رواجهایشان و همچنان خود عید قربان چی هست و چی فلسفه داره، از کجا شروع شده و چرا ما قربانی میکنیم. در این رابطه صحبت داشته باشیم با جمع این کسایی که اینجا تشریف دارن. معرفی کنین خود کاکا جان، کی هستین شما؟ ما ولسوالی فیض‌آباد هستیم، قیرش و سلیم پاشا. مال آوردیم به خیر بازار مزار شریف. بسیار خوب. سودا کدن آوردیم به خرج خانه و مصرف خانه و مقصد دای پرگرام عید. خب ما شما در پیش رو عید داریم. عید داریم. خب اول که عید تبریک بگو برای تمام بیننده هایی که شما رو میبینن. تبریک برادرها، تبریک عید کلان میتیم به خیر نه. ما حاجی صاحبا را تبریک باز میتیم به خیر نه. نه در عید آمدیم، مالا را آوردیم، سودا میکنیم، بازارا خوب است، انشاءالله کارا و بازار آرام است. بسیار خوب. میفهمی عید قربان فلسفه چی بود، از کجا شروع شد، چرا ما عید گفتیم عید قربان قربانی میکنیم؟ عید قربان دی از روز بابا آدم علیه السلام که مانده دیگه نه، مانده دیگه ما و شما یک قربانی نه، پیش یک اولاد خود یک آدم قربانی میکرد، ولی میتونه که یک مال خود قربانی کنه، یک گوز بخره، سیرکا بخره، پوش بخره، به علاق واسش قربانی کنه. خب بر رضای خدا. بسیار خوب. خودتان رسم رواجتان در عید قربان چیه؟ چی رسم رواج دارین؟ رسم رواج ما مردم ما از برادر گل میریم در مسجد عید نماز که خواندیم میایم باز قربانی را میکشیم، باز خانه به خانه میگردیم، مقصد اینه در خانه دوست و مویسفید و کلش دوره میکنه. این همه رواج ما مردم ها. خب امی شما که قربانی میکنین درسته؟ یک حیوان را برای قربانی میگیرین، چی شرط شرایط داره یا شرط شرایط را شما در نظر دارین که یک حیوان از کدام ویژگی‌هایی داشته باشه تا ما برای قربانی بره؟ قربانی که مقصد سالش پر باشه، خوش باشه، کم نباشه، برای یک افمایه باشه یا ششمایه باشه، پورا باشه، خوش نه ششک باشد، نه خوش کلان چاری باشه، سرکه یک ساله باشه، نه مال پر شاخهایش برابر باشه، کم نباشه، دو گوشش هم برابر باشه، نه قربانی است دیگه. بسیار خوب. وقتی که یک حیوان را شما در روز عید قربانی میکنین، بیشتر را خودتان استفاده میکنین، برای فقرا میتین، برای همسایه ها میتین، دوست و اقارب میتین؟ یکی سیش خود ما دور میتین، یکی سیش پخته میکنیم، یکی سیش در خوار و غریب هر کس میتین، سه تقسیم میکنیم. عید تبریک باشه. سلامت باشه. سلامت باشه. خیر خیر خیر. سلامت باشه. معرفی کن خدا، نام تو چی هست؟ کجا هستی؟ اینجا چی کار آمدین؟ نام ما قاری عبدالله است. بسیار. ما از ولسوالی در یوسف هستیم. چند تا بال به خاطر عید قربان هم اینجا آوردیم که بفروشیم. از کجای در یوسف هستی؟ از ولسوالی پایین. بسیار خوب. بسیار خوب. امروز شما مال آوردین برای فروش؟ بله. وضعیت فروش بازار چی رقمه؟ خوب است. به هر حال دیگه نسبت به سالهای گذشته این سال و قطر خرش نداره، مال خوب است. شما درباره عید قربان معلومات دارین؟ فلسفه عید قربان چگونه است؟ چطور بود؟ فلسفه عید قربان و همین بود که حضرت ابراهیم علیه السلام و خداوند به امتحان خود گرفت که در خواب خود آمد که ای حضرت ابراهیم علیه السلام، تو فرزند خود را قربانی کو. حضرت ابراهیم علیه السلام یک دفعه خواب دید، دو دفعه خواب دید، سه دفعه در خواب خود که دید خواب خدا به امتحان خداوند کامیاب ساخت. و حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت اسماعیل علیه السلام فرزندی که بود، بسیار بزرگی سال حضرت ابراهیم علیه السلام خداوند یک فرزند به حضرت به نام حضرت اسماعیل علیه السلام داده بود. وقتی که در خواب خود دید، اما خواب خود اجرا کرد. حضرت اسماعیل علیه السلام گفت که من تو را ذبح میکنم به خاطر راه خداوند، به خواب دیده. گفت که اما خداوند مرا صبر و حوصله بده، برای خداوند یک دفعه نه که هزار دفعه باش صبر میکنم قربانی کو. وقتی که در کشتارگاه بود حضرت ابراهیم علیه السلام کار دی داشت که همینطور که در سنگ میداد سنگ میبرید، مگم در حضرت ابراهیم علیه السلام در گردن حضرت اسماعیل علیه السلام کشید، گردن حضرت اسماعیل علیه السلام نبود. به صورتی که نبود، خداوند از جنت گوسفندی روان کرد و حضرت اسماعیل علیه السلام از زیر کارد خیست و الحمدلله گفت. همینجا شکر خدا را در جا آورد، به عوض همی که حضرت ابراهیم علیه السلام ام قوجی که از جنت آمد، ام گوسفند قربانی شد. به همین سویه قربانی به سر مسلمان ها واجب شد. بسیار بسیار خوب. فعلا در عید قربان شما چی رسم رواج دارین؟ رسم رواج ما مردم مسلمان ها همیسته که هر کس از صلاحیتش میشه یک گوسفند یا یک بوز
یا هفت نفر به یکگاه شرک میشه یا شطور شطور به سندش چهار پراکه به طرف پنج رفته باشه گاو دور پراکه طرف سه رفته شه بوز یک سال پورا از یک سال اگر یک روزم کم باشه قربانی نمیشه گسمان شش ماه در همین زبان ایران مسلمان ها با خبر باشه که بره اصلا قربانی نمیشه چون که ما مردم مالدار هستیم از اولی چله که پیش از چله زاید شه گسمان شش ماه خود پورا نمیکنه این مردم ها ناقص است همین برای که همین سال هر کس که قربانی میکنه این ناقص است چون که شش ماه را پورا نمیتونه وقتی که شش ماه را پورا نتونه هر چی که کلام باشه قربانی نمیشه دم ریشریش بسیار بسیار خوب گوشت قربانی را فعلا شرط شرایط چه گفتین شما گوشت قربانی شرایط نه گوشت قربانی همیست که در چیزی که قانون اسلام گفته یا پیغمبر ما شما ایران که سنتش همیست که یکی سه زور در غریبا تقسیم کمیت یکی سه زور پخته مگه یکی سه زور اختیار خودی که هر وقتی میخوری شریعت مسلمانه سنتش همیست یکی اگر در کسی نمیتی هم قربانیت میشه بیننده های عزیز قسم که شما میبینین در جمع از ولایت های مختلفی کشور افغانستان در اینجا مال داره مالای خود آورده برای فروش چون نزدیک به عید قربان هست و بیشتر کسایی که قربانی نظر میکنه در عید فروش مال زیادتر است میبینین گوسفندا چه زیبایی برای قربانی آماده کردن و امسال چون وضعیت افغانستان اکثریت جایش باران زیاد نشده بود مال یکم نسبت به سالهای قبل ارزانتر است و مردم بیشتر کسایی که قربانی دارن مال خوبتر میگیرن چرا ارزانتر است فروشی مال امسال بیشتر است نسبت به سالهای دیگر قسمی که در اینجا کسایی که مال فروش هست و کسایی که میخره بر ما گزارش دادن مال بیشتر فروش و سودا و فروخت میشه چرا که ارزانتر است نسبت به سالهای دیگر سلام علیکم آقا خوب هستین صحت مند عید شما رو تبریک باشه سلامت باشه اینا رو برای فروش آوردین بله چند بای داره این سرکه شما 13000 13 این دیگه چند بای داره با اینم 12.5000 خواه از کجا هستین آقا از اخشه از اخشه اومدین بسیار خوب بسیار خوب عید قربان مردمای اخشه چی رسم رواج داره چطور تجلیل میکنه این صحبت رواج داره این وقت روزی نماز خوانده اومد زفا میکنه گوسپند یا بوز باشه گوسپند باشه گاو باشه زفا میکنه میگیره سه تقسیم میکنه سه تقسیم میکنه یک تقسیم میشه برای خود میگیره دو تقسیم میشه برای مردم میده رسم رواج بود بود خانه در خانه دو وقتی نماز اون صبح خانه در خانه بودن خانه خویش قوم میگردن عید مبارکی عید قربان میفهمی که چرا عید به نام عید قربان یاد میکنه فلسفیش میفهمی اومد بده کرد اسماعیل اومد زفا که میکرد زفه میکرد او برای یواز یو هرچی زد کارد نبرد دستانگ زد کارد شقه کرد بعد از او برده جم چوش میخواد پود کرد که زد یک گوسپند کبوت شاختار آمد از این زفه شد سعی میکنه که گوسپند هست اون از اون روز آزه تا قربان مانده دیگه از خاطری اولادی گوشت قربانی را شما چطور توضیح میکنین بین فقرا؟ توضیح میکنین بین فقرا سه تقسیم میکنیم دو تقسیم فقرا میتونیم یکش خودی ما پخته کده میخوریم سلام علیکم آقا جان علیکم بسلام خوب هستی؟ صحت مند؟ بخیر هستی؟ جور باشی سلامت باشی چند گفتی کجا؟ ای 18000 18000 18000 چند کیلو گوشت خود برکت؟ ای از 40 کیلو گوشت متا بسیار از کجا هستی لالا؟ من از مزار شریف از مزار اسم چیه؟ نصرالله جان بسیار خوب همی دو تا گوسفند آوردی؟ نه دو تا ندارم از صبح تا روز نفروختی؟ نفروختی برادر تسلب نکردی خریدار نیست و غریب آدم نمیتونه بخره پول نداره بسیار خوب بسیار خوب عید برای شما تبریک میگم سلامت باشید اگر عید تبریک میگم بیننده های عزیز عید تبریک میگم همه بیننده ها عیدتان مبارک سلامت باشید زنده باش میفهمی عید قربان یعنی چی عید قربان است چرا عید قربان میگیرا عید قربان که قربانی را علام میکنه رسم رواج مردم سنگچارک چیه عید قربان چی کار انجام میده عید قربان این قربانی هم میکشه دیگه همه چیز داره دیگه میره دمسایه خانه همسایه میره خانه فامیل میره دیگه قربانی میکشه برش این گپا هست دیگه بسیار خب بسیار این گوسفند چرا این رنگ دی اینا را رنگ دی کردیم دیگه خوش روی معلوم شه زیادتر مردم خوش کنه و بخره این اگر رنگ نمی کردی 18000 نمی خرید نه می خره او تم نیست این رنگ کردیم دیگه خوش روی معلوم شه
تبریک باشه تمام مردم افغانستان مسلمان دولت ها تبریک باشه اید قربان باشه بسیار خوب خیر کنه به خیر یارا اید قربان میفهمی چرا اید قربان میگه فلسفهش کجا هست اید قربان که انا از پیغمبر ما شما من که روز خوشی ما شما است روز گناه بخشیدگی ما شما است روز عرفه است خدا مهربان است دیگه توکل به خدا دیگه بسیار خوب سلام. چرا اید به نام اید قربان یاد کردن قربانی میکنه مردم قربانی میکنه یارا اسماعیل ذبیح الله که قربانی شده باز ما شما بخیر با چی از رفتار میکنیم قربانی میکنیم بندگی کن تا که سلطانت کنند تن رها کن تا همه جانت کنند سر بنه در کف برو در کوی دوست تا چو اسماعیل قربانت کنند بگذر از فرزند و مال و جان خیش تا خلیل الله دورانت کنند عید قربان مبارک